سه بانوی مطرح افغان دیشب فضای ویرجینیای امریکا را ستاره باران کردند. یکی از آنان آریانا سعید بانوی آتش نشین: به آغوش تو همیشه سردم است، به خاطر تو میگذرم از همه. و دیگرش دکتر نادیه هاشمی، سیاستمدار، نویسنده برجسته و همچنان نامزد کنگرس امریکا بود. از چه زمان شما تصمیم گرفتین که کنگرس وومن باشین به ایالات متحده امریکا؟ فقط از ماه آگست. و جنگ چی تاثیری داره سر فامیلام؟ در کنار آنان خانم نجوا، یکی از هنرمندان دیگر حنجره طلایی افغانستان، نیز حضور داشت. من درد من شمار زیادی از افغانهای مقیم امریکا در محفل باشکوه در ایالت ویرجینیای امریکا حمایتشان را از نامزدی دکتر نادیه هاشمی برای کنگرس امریکا اعلام کردند. در این محفل آریانا سعید بانوی آتش نشین نیز شرکت کرده و با اجرای آهنگهای زیبا و پرشور از دکتر نادیه هاشمی حمایتش را اعلام کرد. آریانا سعید از رویدادهای اخیر امنیتی در افغانستان ابراز تأسف کرده و گفت اگر خانم هاشمی در کنگرس امریکا راه یابد، دستاورد بزرگ برای افغانها به ویژه به زنان افغان خواهد بود. توجه کنید به متن کامل این گزارش. سه بانوی مطرح افغان دیشب فضای ویرجینیای امریکا را ستاره باران کردند. یکی از آنان آریانا سعید بانوی آتش نشین و دیگرش دکتر نادیه هاشمی، سیاستمدار، نویسنده برجسته و همچنان نامزد کنگرس امریکا بود. در کنار آنان خانم نجوا، یکی از هنرمندان دیگر حنجره طلایی افغانستان، نیز حضور داشت. در این برنامه هنری سیاسی که شام جمعه برگزار گردید، دکتر نادیه هاشمی در میان هزاران تن از هوادارانش ظاهر شده و بخشی از برنامه هایش را ارائه کرد. در این محفل باشکوه آریانا سعید نیز شرکت کرده بود. آصف سعید، مدیر برنامه های آریانا سعید، می گوید هدف شرکت و اجرای کنسرت آریانا سعید در این مراسم حمایت های مادی و معنوی از خانم هاشمی می باشد. آصف جان، بسیار خوش آمدی به شهر ما، خوش آمدی و خوش آید مراز آمدنت. هزار جان گرامی فدای هر قدمت. دفعه آخری که ما شما دیدیم ازبکستان بود. بله، بسیار خوش هستم، بازم شما رو میبینم. آمدیم در اینجا بر اجرای یک کنسرت به حمایت از یک خانم بسیار عزیز به نام دکتر صاحب نادیه هاشمی. گونا خود را کاندید کانگرس امریکا کردن. یک کنسرت بسیار خوبه به خیر پلان کردیم بر عزیزا و خوشبختانه که تمام تالار پر است. و در این حال آریانا سعید، ملکه دلها، در این محفل باشکوه باز هم گوشای هزاران علاقمندش را نوازش داده و با اجرای کنسرت پرشور خواست که از دکتر نادیه هاشمی، سیاستمدار برجسته افغان امریکایی، حمایت مادی و معنوی کند. وی در گفتگوی ویژه با من نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، اظهار داشت در صورتی که دکتر نادیه هاشمی در کنگرس راه پیدا کند، افتخار بزرگ برای مردم افغانستان و خصوص به زنان خواهد بود. ملکه دلها همچنین در این مصاحبه و مسائل اشاره کرد که تا هنوز نگفته بود. بانوی آتش نشین، چه توقع دارین اگه خانم با کنگره امریکا را پیدا کنه؟ That would be absolutely amazing. واقعا آرزوی ما است، آرزوی همگی ما شما است، برای اینکه یک خانم افغان است و اگر فکر کنید که خانم افغان در کنگرس جای بگیره، یک افتخار بزرگ برای تمام ملت افغانستان می باشه، مخصوصا برای طبقه اونا. So I wish her all the best and I hope she wins. میخواین ببینین آقای ترامپ؟ نه. آخ، I don't really care much. بسن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما، نارسیده باده در جام میمانده ما. آصف سعید، مدیر برنامه ها یا منیجر آریانا سعید، در مورد بگومگوهایی که در مورد کارهای هنری آریانا سعید و همکاری آنان در شبکه های اجتماعی وجود دارد چنین میگوید: جنگ های لفظی شما را من میبینم، بعضن رقابت های ناسالم با آریانا سعید است، یا کجا منشأ میگیره جنگ های لفظی تا؟ من بسیار ساده بسازمش، آرزو دارم که همه عزیزایی که جنگ های لفظی، حملات لفظی البته بالای ما میکنن، امرای کارهای هنری خود بیاین رقابت بکنن، برن آهنگای خوب جور بکنن، ویدیوهای خوب جور بکنن، کنسرتای خوب برگزار بکنن، محبت مردم بیشتر به دست بیارن. لطفا وقت خودم ضایع نکنن، از بارم ضایع نکنن، کسای خود رقیب فکر میکنن، دل خود خوش میکنن. در این محفل سیاسی هنری شمار زیادی از افغانهای مقیم استیتهای مختلف آمریکا شرکت کرده بودند. آنان حمایتشان را از نامزدی دکتر نادیه هاشمی برای کنگرس آمریکا ابراز داشتند. همچنان این مهمانان از حضور بانوی آتش نشین در این محفل استقبال کردند.
یکی از شرکت کنندگان در این محفل حامد نوید، شاعر، نویسنده و مورخ افغانستان بود. وی میگوید هرچند افغانستان مشترکات با کشورهای همسایه دارد، اما وجود و کارنامه های زنان با افتخار در افغانستان این کشور را از سایر همسایه ها متمایز می سازد. خب در آغاز این لحظات کنسرت باشکوه آریانا سعید، هنرمند نامدار کشور خود هستیم که به خاطر حمایت مادی و معنوی دکتر نادیا هاشمی نامزد کنگره ایالات متحده آمریکا تشریف آوردن به ایالت ورجینیا. خوشبختانه در این کنسرت باشکوه و در این مسئله بسیار مهم و کار خیر جناب حامد نوید، هنرمند چنبودی، مورخ، شاعر، نویسنده و افتخار جامعه افغانی تشریف آورده که به زیبایی محفل طبیعتاً که افزوده شد از امیاله. وقت نام خدا شما فصیح و بلیغ و خوب گپ میزنین که ما اعلان ماندیم چی بگویم؟ من آمدیم به خاطر حمایت نادیا جان هاشمی که یک خانم افغان است و برای کانگرس امریکا خود کاندید کرده. مسئله بسیار مهم است و همچنان به خاطر از اینکه آریانا سعید یک هنرمند بسیار خوب افغانستان است. یک خانم بسیار با جرأت است. یک خانم است که ای خودش تثبیت کرده در مابین جامعه و به سطح بین‌المللی. من اینجا میخوام یک مسئله رو بگویم. گرچه ما زبان مشترک پشتو رو همراه پاکستان داریم و زبان دری یا فارسی رو همراه ایران داریم، اما فرهنگ افغانستان بسیار متمایز است از دو کشور. و یکی از ممایزات کشور ما ایست که از دورای بسیار طولانی تاریخ تعرف ما ببینیم خانمای افغان بسیار پیشتاز بودن. مثلا ما داریم گهوچه، اناهیتا، تهمینه، رودابه کابلی، رابه بلخی، گوهرشاد بیگم، زرغونه، مخفی بدخشی، مخفی بدخشی، نظیره کریمی، نظیره جان کریمی، ملاله، عایشه درانی، بی بی محروم، اینا همگیش خانم های پیشتاز بوده. با تمام فشارهایی که در سر ملت افغانستان سر زن آمد، زن افغان دوباره به پای خود خیستن و این حرکت نادیا جانم و به خاطر از این تقویم میکنم، پشتیبانی میکنم که یک روحیه میتن برای خانم های افغان. یک خدا کنه که بخیر اینا در کانگرس کامیاب شوند و تمام خانم های افغان سرفراز. وطندارای ما را که یک لین طولانی یا صف طولانی را بسته کردن میبینین، اینا منتظر دیدار دکتر نادیا هاشمی، کاندید یا نامزد کنگره ایالات متحده آمریکا، و همچنان منتظر دیدار آریانا سعید، هنرمند نامدار کشور ما است که مهمان افغانای عزیز ما در ایالت ورجینیا هستند. و آریانا جان سعید امروز حمایت مادی و معنویش به خاطر نامزد شدن نادیا هاشمی اعلام کرد و کنسرت بسیار باشکوه را در می هتل مجلل و باشکوه که خوشبختانه به یکی از افغانای عزیز ما ارتباط داره، امشب تالار ای هتل بزرگ نورافشان میکنه. همراه ما باشین که بریم به لاین ببینیم که علاقمندا و مشتاقای آریانا سعید اگه گپ سخن داشته باشه. صبور جان دیگه ما را همراهی کو. سلام علیکم. کی میخواد گپ بزنه؟ دست خود بالا کنه. سلام علیکم. خوب هستین؟ بیا معمولی که پیشتر خدمت شما عرض کردم عزیزای صف طولانی را که میبینین، اینا آمدن تا همو فعالیت های دکتر نادیا هاشمی زیادتر آشنا شوند و در ضمن از آواز شیرین آریانا سعید لذت ببرند که به اصطلاح ما و شما هم خرما و هم ثواب است. همه ترست یعنی؟ اولش زیادتر سپورت برای خانمه که رن کرده نادیا جان. بله. دو ماریانا جان. حالا چی توقع دارین از دکتر نادیا وقتی که به این مقام رسید، وارد کنگره ایالات متحده آمریکا شد؟ زیادتر فشار سر افغانستان بیاره، به خاطر که ما میخواییم مردم افغانستان آرام باشه. از ببرین، لذت ببرین امشب از کنسرت آریانا سعید. ممنون. چی مقبول معلوم میشیم؟ چی قرابت دارین؟ جلس خونه شدین؟ از سود خونه شدین؟ والا میشم. کم. یک اندازه میشم. چرا خالم مقبوله گرفتین دیگه؟ نصیب و قسمت. شما خود معرفی کنین. نام من اجلاس که آمدیم که در کنسر تارینا سعید اشتراک کنیم. پیام دارین برای دکتر صاحب که باز شب از تلویزیون میبینه؟ پشیمان نشی که بگوی کاش گپ میزدم، تبریکی میدادم. نه، اولا خود تبریکی میتونم برش این مقام شد و بعدا پیام ممیز که کمکای شایان خود برای مردم افغانستان، برای ملت ما انجام بدم. نادیا جان، دکتر صاحب متوجه بودین که همه خانم ها حمایت میکنیتان، اما میگه فشار با سر دولت مردای امریکا بیارین تا فشار بیاره سر دولت مردای افغانستان که امنیت بیاره. به نهایت تشکر.
شما چطور هستین؟ میخواین چی بگید؟ سلام علیکم. چطور؟ نام خدا چی فیشن چی دریشی و بگیرید. شکر شمایتون مقبول است. خای دریشی رو برای کانسر آریانا سعید درست کرده بود. بله مبارک باشه. شکر زنده باشین. چی گفت آمدی که آریانا رو گوش کنی؟ بله ما صدای آریانا سعید از جد دوست داریم، خوش داریم، آمدیم کنسرتش دیگه. کدام خواندن چه بسیار دوست داری؟ والا خواننایش همش لوکس است نمخورا به نظر من. تو دقیقاً گفتن نمیتونین کرامش خوب است کرام نیست. خواندن چه زمزمه کدام میتونی؟ نه خیلی زمزمه مدر نیست. میتونه که خواننده در گشوده میشه و علاقمندار شما میبینین یک صف بسیار طولانی است خرامان کرده داخل تالار میرن و منتظر هستن که بانو آریانا سعید از نزدیک تماشا کنن و در ضمن با کارها و فعالیت‌های دکتر نادیا هاشمی آشنایی پیدا کنن. سلام علیکم. به به چه قیامت به من میان. نه به باید اگه نخونی نه. شما نظیفه برامی بفهمی؟ مقبول خوشنداب خوشحال کرد درست. شما چطور تشریف آوردین امروز خانم؟ به خاطر کنسرت آریانا جان بسیار شوق داشتیم. راستی آرزو داریم ببینیمش. با سپورت دکتر نادیا هاشمی. بله. هم خرما و هم ثواب است. افتخار میکنیم که ما به این مجلس اشتراک میکنیم که هم خرما و هم ثواب گفته شما. حالا از نادیا هاشمی دکتر صاحب چی توقع دارین که باز وقتی که به مقام کنگره رسید یا امسال یا سالهای دیگه چی کنه برای زنای افغانستان، برای مردم افغانستان، برای تامین امنیت در افغانستان؟ آرزوی هم افغانا، آرزوی هم گی ما و شما اینه میستک که حقوق مساویانه بر زنا بتن. سلام ندیره جان، اگر همه چیز بسیار میشناسم نام خدا، خود زبان افغانستی چرا نی؟ کاش که من خود کاندید میکردم ایواز نادیا جان. امکان داره، بسیار امکان داره، بسیار امکان داره. مملکت هستیم که اینجا حقوق انشالله تامین میشه، حقوق زن تامین میشه. امید است که خانمی که خود کاندید کرده با کمک ما بخیر به یک چوکی بشینه، در دور شمگی ما جمع باشیم، حقوق زن از اینجا شروع شده تا افغانستان انتشار. چی توقع دارین؟ بسیار حقوق زن بسیار توقع دارم که در افغانستان بعضی اهمیت افغانستان مخصوصا برای زنها، برای اولاد زنها، چوچایک ها اینا کلگی وقت زیاد تنه میگیریم، یه پای تکراری است اما چیزهای خوبه میخواییم. میفهم که خانم ها قلب رعوف دارن، عاطفی صحبت میکنن، ضمنن آریانا جان همونه و نرنمایی میکنه برای سپورت مادی و منوی شامنه خانه شابا کلانترین یک احساس زنانی نازنین داره، خدا موفق داشته باشه. تشکر میکنیم کنم. شما هم تشکر، وقت خوش. بفرمایید. در ورودی باز شد و علاقمنده و مشتاقای دکتر نادیا هاشمی و بانو آریانا سعید بی صبرانه انتظار دارند تا داخل تالار این هتل با عظمت که مربوط یکی از افغانای ما شوند و به اصطلاح با حضورشان این تالار با شکر نور افشان کنند. امرای ما باشین ببینیم که ما و صبور دیگه چی گلاره با آب میتیم. خب باشین که ما و صحبتای خانما را گرفتیم، چون امشب دو خانم بسیار ورزیده که اردوش یکی عالم و دیگه هنرمند است خانما صحبت کرد. شما از موضوع یک مرد افغان امشب چی فکر میکنین که دو تا خانم سنت چکنی کرده و مردار شکست دادن؟ شکست ندادن به خدا، شکست دادن سنت های مرد سالاری را شکستاندن. خدا کنه کمی کار را بتانن پیش ببرن. ما چقدر خوشبخت هستیم کمی کار شوه. میگن که امی کاری که نادیا جان هاشمی به مقام کنگره امریکا برسه ما آمین میگیم. وقت خوش. انجای. چرا تشکر. بری به خدا سپرد. سلام سلام، چطور هستین؟ خوب هستین؟ خب طوری که شما میبینین جوقه جوقه از وطندارای ما با یک اشتیاق تمام علاقمنده و مشتاقای آریانا سعید و مشتاقای دکتر نادیا هاشمی بانو هاشمی حضور به هم رساندن. ضمن از اینکه شما آریانا سعید امشب میبینین، بانو نادیا را میبینین، دکتر نادیا هاشمی از داخل ای هتل ما دیداری دو بانوی قهرمان به اصطلاح بانه قرار داده با قسمت‌های مهم ای هتل باشکوه شما را آشنا میسازیم. ببینین که افغانای ما به چه موفقیت‌های دست یافتن و چه کارهای خارق‌العاده‌ای را کردن. امرای ما باشین. Just tell them to call you if they come. Assalamu alaikum. Are you Afghan? No. شرکت کنندگان در این مراسم باشکوه ابراز امیدواری کردند که دکتر نادیا هاشمی با عنوان نخستین افغان وارد کنگره امریکا شود. آنان بر این باورند وی می تواند با استفاده از جایگاهش در سیاست امریکا در زمینه فراهم آوری صلح و ثبات در افغانستان نیز مؤثر واقع شود. خب
خوب عزیزا، ختم کنسرت بانو آریانا سعید است. طوری که شما مشاهده کردین از لابلای راپورتاج، تعداد کثیر از وطن‌دارای ما از گروه‌های مختلف، هم از زن و مرد و پیر و جوان و حتی اطفال، شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، استادان، ادبا، مورخین، نقاشان، رسامان، ژورنالیستا، دکترا، همه تشریف آورده بودند و زیر یک سقف دمی هتل باشکوه که متعلق به یکی از افغان‌های عزیز ماست، امشب جمع شدن و همدیگر حمایت مادی و معنوی کردند. دکتر نادیا هاشمی، اولین بانوی افغان که وارد کنگره آمریکا مال خیر میشه، نامی که تا این مرحله خود رسانده گپ بسیار با ارزش است. جناب محترم کمرای ما میبینین اینا رئیس پوانتون ننگرهار هستند. نام ما پواندوی دکتر امان الله حمیزه است. 20 سال امرا استیت مریلند کار کردم. بعد از او بحیث آمر ایدز، دپارتمنت ایدز. بعد از او هم وقت ضرورت شد مرا به افغانستان بحیث رئیس پوانتون ننگرهار خواستن. ما دکتر تب هستیم. ما دکتر تب هستم، بله. بعد مدت 4 سال دویجا بودم، بعد از اون مرا خواستن که به پوانتون تعلیم تربیه کابل به حیث رئیس و اجرای وظیفه کنم. 7 سالم دویجا وظیفه اجرا کردم. خداوند شما را عمر طولانی بده. در مورد کاندید شدن بانوی افغان چی فکر میکنین؟ در مریلند زندگی میکنم و به خاطر از این بانو ایجا آمدیم. خدا کنه این فرصت برای افغانا میسر شود که یک از اینا لاقل به کانگریس برود که ما نشان بدیم که اگر در کانادا، در انگلستان، افغانا در امور سیاسی پیش میره، اینا در امریکا هم این فرصت میسر است و مخصوصا برای خانما. زمان میخوایم که خود زمی هنرمند آریانا هم یادواری کنم که یه هم یکی از هنرمندای برجسته و خانم بسیار شجاعی است که در شرایط بسیار سخت هنرمندی خود نشان میده. در شرایط دشوار افغانستان میره و میایه. از شما هم تشکر. موفق باشید. مهربانی از شما هم تشکر. درستین شما هستین. بعدتان خوب جانتان جور. بسیار مقبول. بسیار مقبول. خوشتان آمد تا آنگاه آریانا جان. آریانا جان بسیار مقبول میخوانه. کنسرت بسیار خوب و از ایش بسیار خوش هستیم که یک خانم افغان نادیا جان هاشمی را که میخواید به عیس کانگرس در دسترکت 6 مریلند کاندید شود سپورت میکنه. ما خودم هم در کلاشبرگ زندگی میکنم در دسترکت 6 و نادیا جان هاشمی یکی از خانمایی است که فوق‌العاده فامیده، تحصیل کرده، خانم بزنسمن، خانم که فامیل داره خودش و منعیس یک مادر و فرست امیگرانت. I am so excited and I am so happy to see our first generation. نادیا جان is first generation on Afghan that be in a congress. The thing I am hoping for my children, hope all Afghan people same the same way. یقیناً. خواهرم بسیار خوشحال است. امیدوار هستیم که شما هم به آرزو برسین و نادیا جانم به کرسی کنگره امریکا برسه. بفرمایید. نام من نادیا هستم. بسیار جالب بود کنسرت. آریانا جان بسیار هنرمند خوش آواز و دوست داشتنی، بسیار محفل گرم. خودم خواندنش خوشت آمد. بله، خواندنش کلش خوش میاد. اجمل جان سنگریار همکار قدیم میا یاد روزگار شیرین. آمین. برداشتتان بگوین شما. بسیار محفل خوب اصلا خانم نادیا که یکی از افغانهای ما هستن که میتونن کانگرس را بیابن کلانترین گپ است با ما افغانها. چند فیصد امکانات شست که بخیر به اصطلاح برنده شود؟ خدا مهربان است، اگر 40% هم باشه باز هم یک نوعی است که یکی از افغانهای ما شروع کردن که به حساب بتانن به حساب در کانگرس برسنن. کلان گپ است با ما شما، با ما شما افغانها. از این زیاد خوب نمیشن. اجمل جان سنگریار میگه که تاریشا در آب است، امید ثمره است. دکتر صاحب نادیا هاشمی که خود به می مرحله رسانده کمال است و این که برای آینده را باز میشه این خودش یه امیدواری است. بله، شب در میان. خدا مهربان اجمل جان. به نهایت تشکر. خوش بگذره. مهربان هستین.
سلام علیکم، چطور هستین؟ تشکر، سلام. شبم پخته شده، چطور است کنسرت؟ بسیار پرفیت، واقعا لذت بخش است. خود معرفی کنین. حسن هستم، اینجا آمدیم به حمایت دکتر صاحب نادیا هاشمی. امیدوار هستیم که تمام افغانای ما، نه که افغانا، تمام مردم حمایت کنه که خانم جوان تحصیل کرده ما را پیدا کنه در کنگرس، که یک مشکلات مردم و آینده افغانستان به خیر حل شود. برای زرونه صدیقی هستم، به شهر ورجینیا زندگی میکنم و ما امشب به کنسرت آریانا جان سعید آمدیم. خوش گذشت برتا. آریانا جان بسیار یک خانم مهربان و با احساس و همچنان برای مردم و برای وطن خود خدمت میکنه. در پولی که مثلا آواز میخونه، از این آواز خود بر مردم افغانستان خودم خدمت میکنه. و این خانمی که خدا کندید کرد، نادیا جان، یک افتخار است برای همه مردم افغانستان که امروز به کنگرس امریکا سهم میگیره و کاندید میشه و جای افتخار به همه خانم است. شما که یک نطاق بسیار مهربان و زحمتکش و دلسوز برای مردم، برای وطن و برای همه گیماستین، همچنان شما افتخار همه گیماستین. ما قلبا دوستتان دارم، همیشه سر زبانای همه گی افغاناستین. و خوبی یا به بدی؟ به خوبی، استعدادتان قابل قدر است. بسیار تشکر، بسیار مهربانی کردین. مرام چی کیف کرد که صحبت های شما را شنیدم در مورد خود ما که تعریف کردین. واقعا شما مبالغه آمیز گپ زدین، در مورد ما کوچک نوازی کردین، ذره نوازی کردین. کاش یک ذره نقصمون بگوین که دگام بهتر شو. ما خود چیز نقص در وجود شما نمیبینم، فقط صفاتتون رو شما میبینم. هر جهت کارتون مثبت است و دوست داشتنی و مهربانانه و صمیمانه. مهربان هستین میگه. من در افغانستان معلم بودم، 10 سال خدمت کردم. این بود نظرات بعضی از شرکت کننده و وطنداران عزیز ما که امشب هم از کنسرت آریانا سعید دست بردن و هم حمایت معنوی شانه از دکتر نادیا هاشمی ابراز کردن یا نشان دادن و امیدوار ساختن بانو هاشمی را که در آینده در عرصه های مختلف دوش به دوش بانو نادیا همراهشان هستند و هر گونه حمایت خود اعلام کردند. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، ایالت ورجینیای امریکا. از صبور جان تشکر که امشب برنامه را ثبت کرد، هم از شنیدن آواز ملی و شیرین آریانا از برد و در ضمن کار خود مردی ما پیش بردیم. دیدم تو راز شدی از آسمان گذشتم، جانان من شو گشتی من کجا؟